خوشبختانه خوشبختانه جایی این هستش که اینجا ما از خانم زهرا و آقای رسول عزیز که پزشک کشور عزیزمون ایران هستن در شهرستان تبریز بهشون بگیم سپاسگزاریم از این لطف و انسانیتتون که برای این خانواده واقعا فرشته نجات شدی و این خانواده رو نجات دادی. حالا خانم زهرا میفرمودن که ما فقط به این نیت این مسئله رو انجام ندادیم که بخوایم با دختر این خانواده مثال وصلت کنیم، ما کلن به خاطر رفتار انسانی این حرکت رو انجام دادیم که یک خانواده بتونن از زندگیشون نجات پیدا کنن از دردسری که براشون به وجود اومده. نازنینای من، گلای من، وقتی که میخواست براشون عبادت بشه خانم زهرا، البته این خانواده رو الان هنوز به ما گفتن اسمش رو عنوان نکنیمون، به خاطر همین من خیلی مواظبم که اسمش از دهنم هم در نره، و میفرماین که وقتی براشون عبادت میخواست انجام بشه ازشون خواهش کردیم، گفتیم شما بس میتونین برای ما 3 ساعت اولیه رو، خانم زهرا میتونین شما برای ما بشینین ببینین از جلو چشتون چه چیزایی رد میشه، و فرمودن که من پسرمم میتونه با من بشینه. طبیعتا نازنینای من، جایی که میگیم برای عبادت 3 ساعته میخواییم بشینین شماها، وقتی عبادت 3 ساعته براتون انجام میشه مهم نیست شما در کدوم کشور هستی عزیزم، دوست داریم اون شخصی که مسئولیت رو به عهده میگیره میگه من مثال برای 3 ساعت اولیه در یک اتاق میشینم، حالا برای چی این حرکت رو انجام میدم، برای چی این خواستر ما از شما داریم؟ به این دلیل که نازنینم عزیزم، شما اون ور دنیا هستین و صدای عزیز این ور دنیا، و میخواییم قدرت لطف پروردگار و لطف خدای مهربان رو قبل از هر چیزی شما ببینیتون که میگید خب اینجا که استادا توی که تحت کشوری که شما هستین استادا نیستن، و قدرتی که به شما نشون میدن توی اون 3 ساعت اولیه اینه که میخواییم واقعا شما نازنینا ببینین. خانم زهرا فرمودن که من میتونم با رسول بشینم با پسرم، گفتیم نه با عرض معذرت. حالا به چه دلیل؟ به این دلیل که وقتی 2 نفر بخوان بشینن نازنینای من، ممکنه با هم صحبت کنن، ممکنه به هم اشاره کنن، ممکنه به هم بعد از اون حالت عبادی، از اون حالتی که میخوان تو اون حالت روحانی و عبادی باشن ممکنه به صلاح نشه، یا اگه مثلا موزیک باشه، صدا باشه، دوست باشه، تلفن باشه، اینا همش میتونه از اون حالت عبادی انسانو دور کنه. به همین دلیل که خانم زهرا فرمودن بس رسول بیشتر اصرار داره بشینه و میشه رسول برای این خانواده بشینه برای 3 ساعت اولیه، گفتیم بله، گرچه عبادتی که استادای عزیز براشون انجام دادن نازنینای من 5 ساعت و 45 دقیقه طول کشید، ولی بله آقای رسول عبادتی که برای 3 ساعت اولیه ایشون نشستن در کشور عزیزم ایران و استادای عزیز در این ور دنیا و میگفتن چیزهایی رو که من دیدم، واقعا به این که نور الهی رو، نور لطف پروردگار رو بیشتر و بیشتر بهش نزدیک شدم و خداوند رو شکر میکنم که در این زمانه هنوز قدرت‌های این چنین هست که ما انسانو به خدای مهربان نزدیک و نزدیکتر کنه. حالا آقای رسول تصمیم گرفتن که در کشور عزیزمون ایران هستن و در شهرستان تبریز، و برادر عزیزمون تصمیم گرفتن که میدونین نازنینای من الان برای نظریه سمنوی که داریم هزینه جمع میکنیم برای دخترایی که در کشور عزیزم ایران نگهداری شدن، در به زبان ساده شما میگیم پرورشگاه بزرگ شدن، و اینا تعدادشون بسیار زیاده، از تهران، شهرستانا، و به همون به اصطلاح آمارایی که دادن تصمیم گرفتیم که هزینه ای رو برای این عزیزا جمع کنیم و براشون بتونیم جهیزیه تهیه کنیم. البته ما نمیریم براشون خرید کنیم، ما هزینه ای رو براشون میفرستیم، و الان میبینیم که از جاهای مختلف، البته از ارگانهای مختلف میبینیم که برامون میگن ما هم دخترهایی رو داریم که 20 سال 25 سالشونه و میخوان ازدواج بکنن ولی ندارن که به اصطلاح جهیزیه تهیه کنن. از نظر دیگه پسرایی که در پرورشگاه بزرگ شدن نازنینای من میگن خب
هیچ شرایط اولیه ندارن که بخوان برن در اجتماع و این چنین تصمیم گرفته شده با نظریایی که داریم، هدیه هایی که هممون من و شما داریم جمع میکنیم، هزینه ای رو برای این عزیزا بتونیم کمک باشیم که بتونن در اجتماع آزاد بتونن زندگی رو انشاءالله با یاد لطف پروردگار بتونن آغاز کنن. و آقای رسول چه کار قشنگ و زیبایی کرده، فرمودن که بعضی از جاهایی که براتون می نویسن که ما چند تا دختر پسر می خوان ازدواج بکنن، می خواهیم که حتما هویت هاشون رو برای ما یه ورقه بفرستن که ما بدونیم که هزینه مستقیما به دست اون دختر یا اون پسر میره و انشالله که این اتفاقا بهترین کاره. و هر کدوم شما عزیزا که میخواین این چنین باشه، چقدر خوبه که قدرت پنهان داره این تلاشو میکنه. تمام عزیزانی که بهمون کمک خواستن ازشون ورقه خواستیم که مستقیما به هیچ ارگانی ما سعی نمیکنیم کمک کنیم، ما سعی میکنیم فقط به خود شخص نازنینای من کمک باشیم و هزینه ای رو بهش بپردازیم. انشاءالله با نور الهی با لطف پروردگار بره جهیزیش رو تهیه کنه خودش. و حالا اگر پسری هم هستش که این عزیزم در اون خانه ها بزرگ شده، انشاءالله اون هم بتونه زندگی اولیه رو برای خودش داشته باشه تا بتونه یه زندگی رو شروع کنه. و انشاءالله به لطف پروردگار که بتونن خوشحال باشن، خوشبخت باشن. طبیعتاً برای تک تک این عزیزا عبادت میشه، هر کدومشون رو که براشون هزینه جهیزیه میدیم براشون عبادت میشه. به این دلیل که عزیزای من در نظر بگیرین چگونه بچه ها مثال در پرورشگاه نگهداری میشن. حتما بس اگه تو جواب کلی بخوایم به این مسئله فکر کنیم، ببینین که چه مسئله‌ای بوده. حالا پدر مادر ممکنه از دنیا رفته باشن، حالا به دلایلی ممکنه نخواسته باشن، اینا رو همه رو در نظر بگیریم که انشاءالله اینو درک کنیم، احساس پاکی داشته باشیم نسبت به این عزیزا.